سلام، به تماشا خوش اومدین. من مریم عرفان هستم و برنامه این هفته رو از نمایشگاه کریستیان دیور در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن اجرا میکنم. این نمایشگاه به معرفی و بررسی میراث کریستیان دیور، یکی از بزرگترین طراحهای مد قرن 20 میپردازه. طراحی که انقلابی در دنیای مد لباسهای زنونه در سالهای بعد جنگ جهانی دوم در پاریس به پا کرد. بیش از 500 شی در این مجموعه به نمایش در اومدن که حدود 200 تاشون پیراهن‌های فاخر مزون دیوره. چه اونایی که خود کریستیان دیور طراحی کرده و چه پیراهن‌هایی که کار 6 مدیر هنری دیگه‌ایه که بعد دیور در دهه‌های اخیر مدیریت این مزون رو به عهده داشتن. اما فعلا بریم سراغ برنامه این هفته. جاناتان روزنبام، منتقد سینمایی بنام که برای سینما دوستای ایرانی هم نام آشناییه، فیلم مقاله‌ای برای تماشا تهیه کرده درباره استاد بزرگ سینمای فنلاند، یعنی کارل تئودور درایر. بخشی مهم از هنر درایر اینه که به ما میآموزه چطور با تناقض‌ها زندگی کنیم. و در ادامه برنامه میریم سراغ یکی از گروه های مطرح تئاتر امروز، یعنی نید کمپانی. کارل تئودور درایر، فیلمساز فنلاندی و خالق آثاری مثل مصائب ژان دارک و اوردت، برای سینما دوستای ایرانی نام آشناییه. در این سالها بسیاری از آثار درایر در ایران به نمایش درآمده، چند فیلمنامه از او ترجمه شده و کتابها و مقالات متعددی درباره او چاپ شده. در سالهای بعد از انقلاب، معرفی درایر معمولاً به واسطه وجوه معنوی و یا مذهبی آثار او بوده. خانشی که جاناتان روزنبام، منتقد فیلم به نام امریکایی، اون رو زیر سوال میبره و به چالش میکشه. در فیلم مقاله‌ای که جاناتان روزنبام برای برنامه تماشا تهیه کرده، به کارنامه درایر از زوایایی بسیار تازه پرداخته میشه. I was 18 years old when I 18 سالم بود که اولین بار فیلمی از کارل تئودور درایر دیدم به اسم اوردت. این فیلم ماقبل آخرش بود که در سال 1955 ساخته شده بود و شاید بزرگترین فیلمش باشه. اما باید اعتراف کنم در اولین دیدار از فیلم متنفر شدم، چون فیلم با یه معجزه تموم میشه و این از نظر من یه جور جا زدن بود. دلیل اینکه این معجزه من رو واقعا عصبانی کرد فقط این نبود که من به خدا اعتقاد نداشتم، بلکه بیشتر به این دلیل بود که حس می‌کردم فیلم فریبم داده. بعد از 2 ساعت طرح پرسش‌های درباره مرگ و زندگی، فیلم معجزه رو درست مثل خرگوش از کلاه شعبده‌باز بیرون میاره. پایانی شبیه پایان خوش‌های غیرقابل باور فیلم‌های بد هالیوودی. سکانسی که داریم می‌بینیم حدوداً در اواسط فیلمه و معجزه‌ای از جنس دیگه پیش رومون می‌ذاره. معجزه‌ای که اولین بار متوجهش نشدم. ممکنه الان هم متوجه معجزه‌آمیز بودنش نشیم، مخصوصاً اگر درگیر داستان، خوندن زیرنویس‌ها و دنبال کردن گفتگوی شخصیت‌ها باشیم. برای همین ممکنه متوجه نشیم که با وجود اینکه دوربین تمام مدت بی‌وقفه در حال چرخیدن دور اتاقه، ولی شخصیت‌ها همیشه رو به دوربینن و دوربین هرگز پشتشون نمیره. در واقع اون چه میبینیم از منظر واقع گرایی غیر ممکنه. میشه زمان زیادی صرف کشف ترفند درایر برای اجرای این صحنه کرد. شاید دکوری چرخان با مرکزی ثابت به کار برده یا شیوه از این دست. اما مهمتر از شیوه اجرا، سوال اصلی اینه که درایر چرا اصلا چنین زحمتی به خودش داده؟
به اعتقاد من او می‌خواسته ما یه معجزه رو بپذیریم بدون اینکه به شکل خودآگاه متوجه اون باشیم. پذیرفتن قواعد سینما توسط تماشاگر درباره مسئله ایمان خودش شبیه ایمانیه که شخص دیندار به خدا داره. او می‌خواد ما با این تناقض درونیمون روبرو بشیم و با اون کنار بیاییم. چون زندگی با تناقض‌ها و کشمکش‌های از این دست دقیقاً نکته اصلی سینمای غنی درایره و بخشی مهم از هنر درایر اینه که به ما میآموزه چطور با تناقض‌ها زندگی کنیم. اینها بیشتر از اینکه آثاری درباره بی‌ایمانی باشند، فیلمایی‌اند که هم ایمان و هم بی‌ایمانی ما رو به پرسش می‌گیرند. تناقض‌های دیگری هم هست که میشه در تمام لحظه‌های فیلم‌هاش احساس کرد. مثلا شخصیت گرترود در این فیلم همزمان هم یه قدیسه و هم یه هیولا. راه‌های مختلفی برای دسته‌بندی 14 فیلم بلند کارت درایر وجود داره. مهمترین وجه تمایز اینه که بعد از ساخت 9 فیلم صامت در عرض فقط 9 سال، یعنی بین سال‌های 1918 تا 1927، در طول 30 سال بعدی کاریش بین سال‌های 1931 تا 1964 تنها 5 فیلم ساخت که یکی از اونها فیلم مهجور دو نفر در سال 1945 که بعد از اون که اختیار انتخاب بازیگر از او گرفته شد رهاش کرد. اینجاست که باید بپرسیم چرا و چگونه درایر از موقعیت کارگردانی نسبتاً موفق و از جهت تجاری متنوع که در قالب ژانرهای مرسوم کمدی و ملودرام کار می‌کرد به کارگردانی ناموفق بدل شد که شاخص‌ترین فیلم‌های بلندش به گفته خودش تماماً تلاشی بودند برای خلق فرمی برای تراژدی سینمایی. In general, it is because I have always been very critical, if not fastidious, in the choice of my subjects. Before Vampire, I was particularly interested in subjects who gave me the possibility to learn, to make experiments, and to study. Find new ways. After Vampire, I have allowed myself only to choose subjects in which I believed and for which I had a strong feeling. For instance, Day of Wrath, Ordet, and Gertrude. The turning point in this dramatic shift came with Dreyer's. اوج تغییر مسیر کارنامه درایر در آخرین فیلم صامتش مصائب ژان دارک دیده میشه. نکته مهم اینه که ژان دارک همراه خوناشام، روز خشم، اوردت و گرترود نه تنها رادیکال ترین و شاخص ترین فیلم هایی هستند که تا به حال توسط هر کارگردانی ساخته شدند، بلکه خود درایر هم اونها رو در بالاترین رتبه در میان مجموعه کارهاش قرار میده. این 5 فیلم از بسیاری جهات با هم تفاوت دارند، اما وجه مشترک همشون توانایی در بازآفریدن بسیاری از قوانین اولیه ساختار سینما در خلق فضا و در تدوین و تعریف دوباره رابطه مخاطب فیلم در ارتباط با این ترفندهاست. This partially accounts for their lack of commercial success. همین تجربه گرایی بخشی از دلیل ناموفق بودن تجاری این فیلم هم هست و همینطور کشمکش شدید و پرتو و تابی که درباره جنسیت، احساسات و معنویات در اونها جریان داره. اینها فیلمایی هستند که به راحتی مورد کج‌فهمی قرار گرفته و میگیرن و دلیلش اینه که بیشتر درگیر مسائل مربوط به بی‌اعتقادی هستند تا اعتقاد. در حقیقت این فیلم‌ها پایه و اساس‌های اعتقادی ما رو به بازی میگیرن. بخشی از سوء تفاهم‌های ما از اطلاعات غلط درباره زندگی درایر نشأت میگیره که خود درایر هم با ساکت نشستن به اونها دامن زده. Dramatized a little. But the truth is that I lost my own mother when I was a child, and it is
quite possible that that my missing a mother's love may have influenced my mind so that I easily understand and easily feel pity for people who suffer innocently. مادر سوئدی درایر یک سال و نیم بعد از تولد او و در حال تلاش برای سقط دومی فرزند نامشروعی که در راه داشت به علت بلعیدن یک بسته کبریت در 7 ماهگی بارداری درگذشت. مرگی پردرد و سخت ناشی از مسمومیت گوگرد. پیش از مرگش کار رو به خانواده دانمارکی سپرد. هرچند منابع بسیاری ادعا می‌کنند او پرورش مذهبی سفت و سختی داشت، اما پدر و مادر خوندهش اساساً مذهبی نبودند و مشکلاتی که بعدها با اونها داشت ناشی از بیرحمی مادر خوندهش و توهین‌های او به مادر درگذشته کارل بود. موریس دروزی، منتقد دانمارکی، معتقد بود سینمای درایر پر است از مادران خوبی که بسیار رنج می‌برند و مادران بدی که زجر می‌دهند. مادران خوب معادل مادر واقعی خود کارل هستند که او همیشه ستایش میکرد اما هیچ وقت به خوبی نشناخت. ادعای این که کارهای درایر ریشه در روانشناسی دارند چندان بیراه نیست. خودش یک بار در توصیف فیلم خونشان گفت میخواستم فضای خیال‌آلود در فیلم خلق کنم و نشون بدم امر غریب نه در محیط اطرافمون بلکه در ناخودآگاهمون جا داره. وقتی قهرمان اصلی گرترود به پاریس میره تا در پروژه مربوط به روانشناسی به دوستش بپیونده، به خاطر میاریم که سینما و روانشناسی هر دو دوره‌ای همزمان اوایل قرن 20 متولد شدند. به علاوه هرچند آثار درایر از منابع ادبی اقتباس شدند، اما در همه اونها رد شدیدی از تجربه‌های شخصی و اتوبیوگرافیک وجود داره. مثلا گرترود خونه و خانواده‌اش رو در سال 1906 ترک میکنه، حدود همون سال و همون شهری که درایر در اون چنون کرد. بعدتر وقتی معشوق سابق گرترود یه جایزه رسمی کشور دانمارک رو دریافت میکنه، درایر در واقع جایزه خودش رو به عنوان ابزار صحنه استفاده کرده. I do not consider myself a tragedian, but I have unintentionally, slowly, little by little, by and by, been driven in the direction of the tragedy, that is the filmic tragedy. And I will not say I have found the form of the film tragedy yet, but other directors may continue my work and someday will find a tragedy at the same height as Shakespeare and Greek. نید کمپانی عنوان یکی از جذابترین گروه‌های تئاتری معاصر اروپا است که 30 سال پیش در سال 1986 در بروکسل پایه‌گذاری شده. پایه‌گذارانش یکی یان لاورس، هنرمند بلژیکی و دیگری گریس الن بارکی، رقصنده و طراح رقص هلندی اندونزیاییه. تماشا ضمن گفتگو با این دو نفر به معرفی کارنامه کاری این گروه پرداخته.
اوایل اصلا به تئاتر علاقه ای نداشتم. وقتی شروع کردم سعی می‌کردم قواعد و آموزه‌های تئاتر رو نادیده بگیرم و بیشتر به سمت پرفورمنس برم. اما هر چی گذشت بیشتر و بیشتر عاشق تئاتر شدم. یان لاورز یکی از شخصیت‌های کلیدی جریان نمایشی پیشرویی که در دهه 80 میلادی در بلژیک به وجود آمد. در این جریان که به فلمیش ویو معروفه، گروهی از تئاتری‌ها و طراحان رقص تلاش کردند که در اجراهاشون متن و حرکت و طراحی صحنه رو جور تازه‌ای به کار ببرند و به این وسیله بعضی محدودیت‌های تئاتر رو از سر راه بردارن. این جریان پیشرو مادر بعضی جریان‌هایی بود که بعد از اون در تئاتر اروپا به وجود آمد. سگانه آواز مار اولین کاری بود که خودم در نوشتنش دست داشتم. این کار به منزله گذار من از تاریکی به روشنایی بود. And all the time I was moving my hips from side to side like this. What are you doing? This is not love. Ça c'est pas l'amour ça. Love is rapture. یان لایرز کارنامه چشمگیر و موفقی داره. او در دو سالانه ونیز سال 2014 جایزه شیر طلایی یک عمر دستاورد هنری را گرفت. او در کارهاش فرم‌های مختلف هنری رو به کار می‌گیره و از امکانات همه این فرم‌ها استفاده می‌کنه و به علاوه هنرهای نمایشی رقص، پرفورمنس آرت، کلام، فیلم، موسیقی و چیدمان رو هم وارد کارش می‌کنه. یان لایرز در سال 1986 با گریس الن بارکی که خودش رقصنده و طراح رقصه، گروه تئاتری به نام نیت کمپانی تأسیس کرد. گروهی متشکل از هنرمندانی از نقاط مختلف دنیا. As a child, I really dreamt of. وقتی بچه بودم رویام رقص بود. رقص رو با پرواز مساوی می‌دونستم. الان رقص برام اینه که بدن چطور در فضا قرار میگیره. باید موتور رو روشن کنی و انرژی رو به اطراف بپراکنی و این انرژی عشقه. And this energy is love. اتاق ایزابلا یکی از اولین کارهای سری سفید و روشن منه. نور سفید، همه چیز سفید، لباس سفید. گفتیم میایم روی صحنه و به تماشاگر لبخند میزنیم تا ببینیم چی میشه. و این کار جهان منو عوض کرد. اتاق ایزابلا مثل یک نمایش جاودانه. As a young girl, I was brought up by Anna and Arthur. We lived in a lighthouse on an island just off the coast. Arthur was the lighthouse keeper and he was drunk from 5 every evening. And so was Anna, my stepmother. It was rather pleasant, because when they were drunks, they felt free and happy, and never said a cross word to me. He says fluff and hop and hop and hop. They told me that my real father was the desert prince who had disappeared on an expedition. I called myself Isabella. داستان نمایش ماجرای زندگی ایزابلاست. ایزابلا پیرزن نابیناییه که تنها در اتاقی پر از اشیاء باستانشناسی که از پدرش بهش رسیده زندگی میکنه. اشیایی که از دوران استعمار غرب باقی مونده. داستان جالبیه که از زندگی خانواده خودم الهام گرفته، ولی از این فراتر میره و در واقع به قرن 20 میپردازه و خیلی بازه. میشه گفت یه نمایش موزیکاله. آره، این صلیبیه که باید به دوش بکشم برای اینکه هر چیزی که بعد از اون ساختم و میسازم قراره با اتاق ایزابلا مقایسه بشه، چون اون کار موفقمه. برای همین باید بجنگم که هر بار بهش برسم. خیلی از هنرمندان گروه نیت کمپانی، مخصوصاً گریس الن بارکی، با حمایت کامل نیت کمپانی نمایش‌های مستقل خودشونو می‌سازن. این تصاویر بخشی از کار اخیر بارکی به نام برای همیشه است. این کار بر اساس سمفونی از مالر به نام بدروده. مالر این سمفونی رو در حالی نوشت که سخت بیمار بود و مرگ رو در نزدیکیش حس می‌کرد. او در این کار مرگ و چرخه زندگی رو غرق در صلح و آرامش تصویر کرده.
گریس آلن بارکی هم در یک دوره بیماری و در حالی که فکر میکرد آخرین کارش رو انجام میده، مدتها بر اساس این اثر بداهه سازی کرد. با خودم گفتم همه این ایده های رومانتیک مالر به جهنم. فکر کردم جالب میشه اگر اون جهان رومانتیک رو نابود کنیم. اگه دیگه بهاری در راه نباشه چی؟ در چنین شرایطی ما چرا باید اینقدر امیدوار باشیم؟ من با یه جور سرامیک ظریف یک چیدمان درست کردم که قطعه‌های آویزون داره و در باد صدا میده. و در اواخر نمایش این جهان چینی طوری میلرزه که انگار زلزله شده و همه چیز داره از هم میپاشه. I really felt a connection. The Far East is very close to me. I am the Far East. یکی از کارهای اخیر نیت کمپانی شاعر کور نام داره که این روزها اونو در نقاط مختلف دنیا اجرا میکنن. این کار متشکل از چند تابلوی نمایشیه. در هر تابلو شخصیت و زندگی یکی از بازیگران کار که بازیگرانی هستن که یان لایرز سالها باهاشون کار کرده تصویر شده. این کار تلفیقی از واقعیت و تخیل و بازیگرها به 7 زبان مختلف توش صحبت میکنن. In Indonesia we call sitting like this jongkok. Jongkok? Yeah. Did you know that we Tunisians call it ingames? No. Yes, we Tunisians call this position ingames. And the concept behind this position is that it sounds like it looks, you know, and goes like this. Ingames! Ingames! And not jongkok. Grace? Yeah. You are Asians. Eat like that, we Tunisians shit like that. Yes. ما در گروهمون 11 ملیت مختلف داریم. چون این چیزی در گروه‌های تئاتر کمیابه. در شاعر کور بیشتر به هویت اشاره میشه، به مهاجرت اشاره میشه. در نیت کمپانی همه ما مهاجریم. من میخواستم 7 تابلو از 7 نفری که خیلی دوستشون دارم بسازم. و ازشون خواستم که در گذشته و در شجره‌نامه خودشون جستجو کنند. وقتی داشتم نمایشنامه رو می‌نوشتم با شعر بعضی شاعران قرن 11 جهان اسلام آشنا شدم و خیلی تحت تأثیر اونا قرار گرفتم. با اشعار شاعر سوری قرن 11 ابوالعلا معری آشنا شدم. او در زمان خودش پدیده‌ای بود، خیلی لیبرال و غیر مذهبی بود. در پایان نمایش در تابلوی محمد توکبری او شعر زیبایی از معری رو میخونه که ادای احترامیه به فرهنگی که از دست رفته، چون در سوریه یک مجسمه از معری بود که داعش سرش رو برید. العقل ان یضعف یکن مع هذه الدنیا کعاشق مومس تغویه او يقوى فهي له كحرة عاشق حسناء يهواها ولا تهويه. مادی خام من برای نوشتن خود بازیگرا هستن. اونا توی نمایش اسم و وقایع زندگی خودشونو استفاده میکنن، اما خودشون نیستن، دارن نقش خودشونو بازی میکنن. چیزایی که میگن گاهی خیلی دردناکه. مثلا تابلوی بنوا گوب به فقر دوران کودکیش و به اینکه مادرش روسپی بوده اشاره میکنه. اون این داستانو تعریف کرد. بعد من بهش گفتم میتونی اینو بازی کنی؟ گفت خیلی آسونه. من یه بازیگر حرفه‌ایم که نقش بنوا گوب رو بازی میکنم. ما مر افره سی جو ا سون امان ای سلو ا کی اکی لپیه. اگه بازیگرا بخوان خودشون باشن جذابیتی نداره، اما به این صورت تابلوها و پورتره‌هایی خلق شده که هر کسی در هر جای جهان میتونه باهاش ارتباط برقرار کنه. Grace Ellen. For me به نظر من این که آدم اسم خودش رو فریاد بزنه، مخصوصاً در این دوره و زمونه خیلی مهمه. برای من خیلی هم احساسات برانگیز بود، چون کار روی این نمایش رو 4 سال پیش که خیلی مریض بودم شروع کردیم.
خوشبختانه خوب شدم، ولی اون موقع که فکر میکردم آخرین روزهای زندگیمه، کار روی این نمایش حس بودن به هم میداد و لذت غریبی داشت. من دنبال آزادی مطلقم. داستان یا ماده خامی رو میارم و سعی میکنم اونقدر آزادانه بهش نگاه کنم و روش کار کنم که بتونه کاملا چیز دیگه ای بشه. به نظر من هنر اهمیت داره چون زندگی انسان رو تغییر میده، حتی اگه تغییر کوچکی باشه. اگه هنر از جامعه حذف بشه، جامعه فوراً از هم میپاشه. و من فکر میکنم برای خلق هنر واقعی، هنرمند باید بتونه کشمکش خوب و مثبتی خلق کنه. برنامه ما اینجا به پایان میرسه. تماشا رو میتونین روی وبسایت بی بی سی فارسی هم ببینین. اگه خواستین گزارش‌ها و برنامه قبلی ما رو ببینین، به صفحه یوتیوبمون سر بزنین و مثل همیشه از طریق صفحه فیسبوک با ما در تماس باشین. تا برنامه بعدی، خداحافظ.